به دروازه های او با حمد بیایید و به صحن های او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید. آمین. امروز خداوند از آسمان شما رو قوتی تازه میبخشه. امروز خداوند اینجاست که خستگان رو جانی دوباره ببخشه. امروز خداوند اینجاست که به تمام ماتمیان تسلی بده. روح خدا ما رو به راههای راستی، روح خدا ما رو به مسیرهای سلامتی، روح خدا ما رو به مسیرهای کشف کلام خدا، روح خدا ما رو بلند میکنه، ما رو احیا میکنه، ما رو تبدیل میکنه، مکاشفه میده. وعده خداوند هست که مرد و زن عادل 70 بار میافتند، اما خداوند افتادگان رو بلند خواهد. نام عیسی که تبدیل میکنه، نام عیسی که شفا میده، نام عیسی که دعای ما رو به آسمان میبره، نام عیسی که ما رو لایق میکنه فرزند بشیم، نام عیسی که باعث میشه ما اصلا جرأت کنیم به آسمان سرمون رو بکنیم بالا. یک قطره از خون او کافیه تمام گناهان تو رو، تمام خطایای تو رو، تمام اشتباهای تو رو، تمام اسارت ها و تمام لعنت ها، تمام بدبختی ها، تمام ناله ها و تمام بیماری های تو رو پاک بکنه. همون نامیه که خدا به عیسی داد تا هر زانویی در مقابلش خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که تنها عیسی خداونده. نامی موافق تمامی نام ها، موافق تمامی سلطنت ها و ریاست و قوت. چرا افسردی؟ چرا نگرانی؟ چرا ناامیدی؟ آن که زیر اقتدار خدای قادر مطلق می ایستد و می نشیند در امنیت خواهد بود. بلای در روز تا اون در شب، تیر در تاریکی به او آسیبی نخواهد رسید. از شیر بچه و مار و افعی خدا او را محافظت می کند. همان روحی که عیسی را پس از مرگ از مردگان برخیزانید، همان روح القدس قادر هست امروز تو را از تمام اون قسمتی که داری درد میکشی بلند بکنه، تو را آزاد بکنه. پس اکنون، پس الان، پس امروز، پس همین الان به سوی تخت فیض عیسی بدو. خدمت تک تک شما عزیزان سلام عرض میکنم. به خانه خداوند خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که در روزی که به نام تولد کلیسا معروفه دور هم در خانه خداوند در صلح و سلامتی او با هم ساکن هستیم. شالوم خدا به همه شما عزیزان که اینجا هستید و همه شما عزیزان که از راه دور مهمان خانه خدا هستید. صلح و سلامتی خداوند با همه شما عزیزان باشد و بماند به نام عیسی مسیح. امروز روز پنتیکاسته، روز تولد کلیساست، روزی که روح القدس نازل شد. از روزی که عیسی مسیح رستاخیز کرد، یعنی زمانی که از مردگان برخاست بعد از 3 روز، تا زمانی که به آسمان، به نزد پدر آسمانی برگشت، به اون شکوه و اون جایگاه جلال خودش، 40 روز طول کشید و در این 40 روز بارها خودشو به شاگردانش عیسی مسیح ظاهر کرد. چرا؟ چون شاگردانش هم مثل همه آدم‌ها تو مشکلات، وقتی که اون تنها کسی که بهش امید داشتن دیگه کنارشون نبود و دیدن که مصلوب شده، تو غم و تو یأس و تو ناامیدی و ترس ها افتادن. و برای همین عیسی مسیح بارها خودشو به شاگردانش ظاهر کرد تا هر قدرت ترس، هر قدرت مرگ، هر قدرت ضعف و ناامیدی و یأس رو بشکنه، تا نشون بده، تا همگان باور بکنن و ببینن که عیسی زنده است. نه؟ عیسی زنده است. هیچ شکی باقی نمونه. حتی به کسایی که شک داشتن از میان شاگردان گفت بیایید دستاتون رو بگذارید، انگشت بذارید تو این سوراخ دست ها، تو این جایی که میخ کوبیده شده، تو این جایی که من مصلوب شدم، ببینید که من زنده هستم، ببینید که من زنده شدم و تا ابدالآباد عیسی زنده است. عیسی مسیح زمانی که با شاگرداش بود، هر روز اونها رو تعلیم میداد، هر روز بهشون یاد میداد، هر روز درباره اینکه وقتی که به آسمان برمیگرده چه اتفاقی قراره بیفته باشون صحبت میکرد، در مورد اون شکوه خودش صحبت میکرد و بهشون میگفت که من میرم و رفتن من به خیر و صلاح شماست، چون اگه من نرم اون تسلی دهنده، اون پاراکلوتوس، اون مدافع، اون وکیل مدافع نمیاد. شاگردان میگفتن نه نرو، دلشون میگرفت که عیسایی که زنده شده میگفتن اینجا پیش ما باش، ولی عیسی مسیح گفت من میرم تا
تا اون تسلی دهنده رو، اون روح قدوس خداوند رو، همون روحی که عیسی را پس از مرگ از مردگان برخیزانید، همون روحی که در عیسی بود گفت همون روح را به شما میدم تا شما در من در پدر یکی بشید، تا بدانید که من در پدر هستم و پدر در من و روح القدس در ما، تا روح قدوس خداوند رو بیابید، تا اینکه با خداوند پیوند بخورید، تا جدا نباشید، تا اینکه خداوند یعنی ایمانوئیل توسط روح القدس در درون هر فرزند خدا که قلبش رو به عیسی مسیح میسپره، ایمانوئیل توسط روح القدس با او هست تا انقضای عالم. هر روز این تسلی دهنده هست، هر روز اون رو قوت میبخشه، هر روز شما رو برکت میده، هر روز با شما هست. عیسی مسیح به شاگردانش همچنین گفت که برید و در دعا و در روح اتحاد بمونید، و شاگردان تو همون بالاخونه‌ای که در واقع آخرین شام و عشای ربانی رو از دستهای خداوند گرفته بودن جمع شده بودن. بعد از زمانی که عیسی مسیح به آسمان رفت به نزد پدر، که 40 روز گذشته بود از این ماجرا، نه؟ و تا زمانی که این وعده را یافتن 10 روز گذشت، و در این 10 روز در دعا، در روح یکدلی و اتحاد در بالاخانه، همان بالاخانه که عیسی مسیح شام رو بهشون داد و گفت این بدن منه که برای تو میدم و این پیاله خون منه که برای تو میدم، به یاد من یادتون نره وصایایی که من به شما گفتم، در همون بالاخانه جمع شدن 10 روز در روح یکدلی، در روح اتحاد با همدیگه دعا میکردن، تا ناگاه روز 50 که فرا رسید، که همانا روز پنتیکاست، روز جشن عید حصاد، عید نوبر محصول در واقع، و یکی از بزرگترین عیدای یهودیان روز پنتیکاست، که در واقع عیدی هست که اولین محصول را درو می کردن و نوبر را به خداوند تقدیم می کردن. تو قانون آسمان این رو یاد داشته باشید، در قانون آسمان تمام نوبرها مال خداوند هستن، تمام نخستزاده ها مال خداوند هستن، و شما هم اگر به عنوان فرزند اول در خانواده هستید، بدونید تو به عنوان نخستزاده یک برکت مضاعف رو داری، تو مال خداوند هستی. اگر تو به عنوان نخستزاده میبینی که خیلی زندگی تو تنگی ها و سختی ها و چالش ها هست، باید بدونی تو باید خودتو به خداوند تقدیم بکنی تا اون نظم الهی دوباره تو زندگی تو برگرده. پس میدونیم که روز پنتیکاست در واقع روز عید هفته ها، عید نوبره که گندم رو درو میکردن و محصولات دیگر رو، عید حصاد که اون نوبر را به خداوند تقدیم میکردن، و خداوند اجازه داد دقیقاً در همین روز اون نوبر آسمان را به ما هدیه بده. چرا؟ چون عیسی مسیح خودش نوبر بود، عیسی مسیح خودش نخست‌زاده از میان برادران و خواهران بسیار، اولی نفر. و نفرهای بعدی کی هستن؟ نفرهای بعدی کلیساست، نفرهای بعدی من و تو، ما هستیم، نه؟ اون نخست‌زاده آسمانی اومد خودش را به ما فدیه داد و جانش را به ما فدیه داد و گناهان ما را برداشت، و همان بره بی عیب خداوند که در واقع تو عید نوبر فقط گندم نبود که به خداوند تقدیم می کردن، بلکه از هر آنچه که داشتن نوبر و بهترینش رو. یادتون هست که زمانی که اولین میوه میاد، اولین نوبر میاد، هم کمه هم گرونه، ولی کیفیت بسیار عالیه، نه؟ و نوید این رو میده که بعد از این که به شما داده شده فراوانی میاد، اول میاد بعد فراوانی میاد. عیسی مسیح هم آن نوبر خدا به ما اومد تا فراوانی رو در روح القدس به ما هدیه بده. چون همونطور کلام خداوند داره تو قرنتیان به ما میگه که عیسی مسیح خودش آن نوبر هست، خودش آن نوبر هست که از میان مردگان برخاست، و ما هم بعد از او نوبر برای خداوند هستیم، از میان تمام فرزندان خدا.
و عیسی مسیح در واقع وقتی که روی زمین آمد، از اون جایگاه آسمانیش، از اون شکوه و جلالش، جسم انسانی پوشید، از نزد پدر آمد روی زمین تا اون وعده خداوند رو به کمال برسونه، در واقع ولیعهد قانونی خداوند که شاه شاهانه، نه؟ عیسی مسیح در جسم انسانی ولیعهد قانونی خداوند بود و ولیعهد قانونی تمام ارث به او میرسه و قادر هست، اقتدار داره به هر کس که میخواد، هر چیز میخواد ببخشه. و شکر میکنیم این خداوندی رو که از اون اقتدار خودش به فراوانی به ما ارث بخشید و گفت من چطوری این ارث رو به شما میدم که برای شما بماند. عیسی مسیح تاکید میکنه بارها، تو انجیل یوحنا بخونید، به شاگرداش داره وصیت میکنه و میگه بماند، میوه شما بماند، این ثمره که میارید بماند. و فقط نیاد یه چیزی باشه که شما احساساتی شدید و دریافت کردی. ایمانداران نان و ماهی نباشید، آن وعده را بیابید و آن وعده در شما بماند و میوه شما ماندگار شود. آن در من بمانید و من در شما، آن وقتی که ثمر میارید. و چطوری ما ثمر میاریم؟ بدون روح خدا ما هیچ ثمری نمیتونیم بیاریم. بدون روح خدا نمیتونی از اسارتات به تنهایی آزاد بشی. هر چقدر تلاش کردی، هر چقدر دیگران برای تو تلاش کردن، هر زندگی که چقدر برایش زحمت کشیدی، بدون روح خدا تو نمیتونی نه خودت و نه زندگیت رو عوض بکنی. این روح خداست که قادر هست غیر ممکنها را به ممکن تبدیل بکنه، چرا که عیسی مسیح از اقتدار خودش در روح القدس به ما ارث داد و ما هم ارث با مسیح هستیم. آمین. کلام خداوند میگه که روح القدس دوستی از برادر چسبنده تر، دوستیه که در هر لحظه، در همه جا، در هر زمان، در هر جایی که شاید هیچ کس صدای تو رو نمیشنوه، حتی گوشه زندان هم که باشی روح القدس با تو هست و تو رو تنها نمیگذاره. روح القدس از هر صد و از هر مرزی رد میشه و به نام عیسی مسیح که روح القدس از اینترنت هم عبور میکنه و به قلب شما میاد و وارد زندگی های شما میشه و زندگی های شما رو امروز عوض میکنه، از موت به حیات، از نابودی به رستگاری و امید. و هر چیز که شریر از تو گرفته و کشته، امروز در خداوند تو حیات و خلقت تازه خداوند خواهی بود. روح القدس در همه جا، در همه وقت، در خواب و بیداری، در خوشی و ناخوشی، در هر لحظه با توست، برای تو شفاعت میکنه، به تو مشورت میده. روح حکمت، اون روح یاری دهنده، روح فهم، روح معرفت، روح تسلی، روح شفا، روح شادی، روح امید، روح قوت، روح حیات، روح معجزه، اون آتش آسمانی امروز میاد که تا ابد با تو بماند. و کلام خداوند میگه روح شما رو ترک نمیکنه، ولی به ما سفارش میکنه روح خدا رو محضور نکنید، به الزامای روح دقت بکنید. اگر روح القدس چیزی رو به شما نشون میده توجه بهش بکنید و روح القدس رو ناراحت نکنید، چون روح القدس قدوسه، همونطور که اسمش هست، روح قدوس خدا قدوسه. برای گناهان تو درد میکشه، شفاعت میکنه، دوستت داره با اینکه گناهکاری، الزامت میده، الزامت میده، بهت کمک میکنه که از این گناهان آزاد شی. و اگر بارها و بارها این الزاما رو بشنوی و نادیده بگیری، روح القدس دیگر آنجا نخواهد ماند. آن کبوتر آسمانی اونجا رو ترک میکنه، چون معرفت خدا به این شکله که قدوسیت نمیتونه در جایی که گناه هست و میل به بازگشت نیست باقی بمونه. اما خدا رو شکر میکنه که خدا بارها و بارها فرصت میده. خداوندی که دیروز تو رو دیده، امروز تو رو میبینه و آینده تو رو میبینه. خدایی که تمام موهای سر تو رو شمرده. خدایی که میدونه برای تو امید هست. برای تو امید هست و باز هم میگویم برای تو امید هست. خدایی که خدای تمام قواته، خدای تمام تسلیاته. نگاه میکنیم اینو در روز پنتیکاست، میگه شاگردان از روح پر شدن، ناگهان آتش آمد، اون مثل وزش باد صدای شنیدن و شعله‌های آتش
انگار بر سرشان قرار گرفت و از روح قدوس خداوند پر شدن و شروع کردن به زبانها صحبت کردن و آنگاه بعد از اون میبینه زندگی هاشون تبدیل شد و آیات و معجزات و کارهای عجیب و غریب و همون معجزات و اقتداری که در فقط قبلا در عیسی مسیح بود میبینه که در شاگردان خداوند هم جاری شد و اونها میتونستن انجام بدن. پس آن نوبر آمد و فراوانی رو ریخت. ولی میخوایم ببینیم این شاگردان چه شخصیتی داشتن. شاگردان تا قبل از آمدن پنتیکاست، تا قبل از بارش روح القدس، افرادی بودن مثل همه آدم ها، با اون نفسشون، با اون خصلت هاشون، گاهی بالا بودن، گاهی پایین بودن و خیلی وقتا بر سر جایگاه با هم رقابت میکردن و خیلی وقتا این رقابت هاشون هم سالم نبود. همش با هم دعوا میکردن، همش با هم غر میکردن، از هم ناراحت میشدن و جنگ داشتن، با هم مشکل داشتن. وقتی که عیسی مسیح مصلوب شد، پر از ترس، پر از ناامیدی، پر از استراب، حتی انکارش کردن، همه او رو ترک کردن، همه ناامید، همه افسرده، تا آنگاه که عیسی خودشو به اونها ظاهر کرد و اون موقع دوباره اون امید برگشت. تا زمانی که عیسی با اونها بود، اون امید با کنار اونها بود. بعد که عیسی میخواست به آسمان بره، گفتن نه نرو، چون میترسیدن این امیدشون برای همیشه دوباره از دست بره. عیسی گفت رفتن من به نفع شماست، چون من روح قدوس خداوند رو به شما میدم که همیشه با شما بماند. من باید به جایگاه خودم برگردم. و زمانی که عیسی مسیح به آسمان رفت و روز پنتیکاست فرا رسید، شاگردان میگه در اون بالاخانه 120 نفر در بالاخانه جمع شده بودن، یک دل داشتن دعا میکردن. دیگه هر چیز که داشتن گذاشته بودن کنار، همه مشتاقانه میخواستن آن وعده را بیابن. امروز خداوند داره دعوت میکنه برای تو که مشتاق هستی. آیا میخوای آن وعده را بیابی؟ اگر وعده اون روح القدس رو هنوز دریافت نکردی، امروز خداوند در قلب تو رو میکوبه و خداوند میخواد وارد بشه و در جا تو رو از روح خودش پر میکنه و زندگی تو رو تبدیل میکنه. و اگر که فرزند خدا هستی، امروز خداوند داره دوباره در میزنه، تو رو دعوت داره میکنه به پوری خودش وارد شی، یک بار دیگه پر بشی. ما نیاز داریم هر روز از پوری روح خدا پر بشیم. خداوند میگه بعدی دیروز برای دیروزه و به فکر فردا نباش، چون خداوند اون نان آسمانی رو به ما میده و امروز اون نان آسمانی، اون روح قدوس خداوند، اون پوری رو امروز به ما خواهد داد که همون ارث ماست، که برای چیزهایی که در پیش رو داریم لازم هست که از این روح پر بشید. شاگردان چطوری تونستن اینقدر عوض بشن؟ چطوری تونستن که چی اونها رو با هم یک دل کرده بود؟ چطور تونستن پر از قوت بشن، پر از مست بشن؟ اونا که ترسو بودن چنان بعد از پنتیکاست پر از قوت شدن که حتی سایه‌شون مرده رو زنده میکرد، حتی سایه‌شون شفا میداد. چطور میشد که همچین اتفاق بیفته؟ چه اتفاقی افتاد؟ چطور تونستن دیوها رو اخراج بکنن؟ چی اونها رو تبدیل کرد؟ این هویت تازه، انسانی تازه پیدا بکنن، خلقت تازه بشن، زندگیشون، افکارشون، تصمیماشون، احساساتشون، حتی برخوردشون، حتی ادبیاتشون، صحبت کردنشون با هم عوض بشه. و کلام خداوند میگه که هر چی که داشتن با هم تقسیم میکردن و همه یک دل بودن. دیگه کسی به فکر جایگاه خودش نبود، بلکه هر چی داشتن گذاشتن وسط با اخلاص و برای نیازهای دیگری سعی میکردن نیازهای همدیگر رو رفع کنن. کلام خداوند میگه که این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. همراه ایماندارا، اگه ایماندار هستی دستو بلند بکن. این آیات همراه ایمانداران، همراه تو خواهد بود. به نام عیسی مسیح دیوها را بیرون خواهند کرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، مارها را با دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهری کشنده بنوشند گزندی به آنها نخواهد رسید و دستها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت. کلام خداوند اینجا کلامی که شفا رو نوشته میگه آنها شالوم خواهند یافت. در شالوم شفا هست، قوت هست، برکت هست، هر آنچه که تو نیاز داری برای زندگیت همش درش هست. و میگه اونها
اون شالوم به زندگیشون وارد میشه. چون روح القدس بر تو آید تبدیل خواهی شد، چون تو نمیتونی خودتو عوض بکنی، نمیتونی خودت به تنهایی از اسارتهات بیای بیرون، اما روح القدس آنچه را که تو لازم داری با فیضش با قوتش برای تو انجام خواهد داد. تو فقط باید بخوای، تو فقط باید همکاری بکنی، همکاری از تو، انجامش از روح القدس. آمین. میتونی بگی آمین؟ من میخوام امروز با خداوند همکاری بکنم، من سهم خودم رو انجام میدم، خداوند برای من کار رو تمام خواهد کرد. چون روح خداوند روح تبدیله، روح خداوند روح فیضه. کلام خداوند میگه که میخوایم بدونیم که چطور روح القدس حالا میاد این کار انجام میده، چطوری روح القدس میاد ما رو عوض میکنه، چطوری روح القدس میاد یه آدمی که پر از شرارت تبدیل میکنه، یک زندگی داغون رو احیا میده، یه زندگی به ته رسیده و یه زندگی زناشویی شکست خورده رو چطوری شفا میده، روح القدس به چه طریق عمل میکنه. از کلام خداوند چند آیه براتون میخونم در غلاطیان فصل 5. اما میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به جان نخواهید آورد، زیرا تمایلات نفس برخلاف روح است و تمایلات روح برخلاف نفس، و این دو بر ضد همان، به گونه ای که دیگر نمیتوانید هر آنچه را که میخواهید به جا آورید. اگر از روح القدس هدایت شوید دیگر زیر شریعت نخواهید بود. منظور اینه که شریعت خدا دیگه در قلبت هست، میدونی که باید چی کار بکنی. شریعت یعنی قانون خدا. وقتی در روح خدا زندگی بکنی، قانون خدا در قلب تو حک میشه و دیگه لازم نیست، روح القدس تو رو هدایت میکنه، دیگه لازم نیست که هی بخوای بدونی چه کار باید بکنی چه کار نباید بکنی. روح القدس تو رو تعلیم میده. اعمال نفس روشن است: بی‌عفتی، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند اینها. چنان که پیشتر به شما هشدار دادم، باز میگویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. اما خداوند میخواد که همه انسانها این میراث خداوند را داشته باشند. نه، میگه چه چیزهایی به آسمان نمیره و میبینیم که تمام این اتفاقات تو سرزمین ما متاسفانه داره میفته، و اولش هم با روح طمع شروع شد و پشتش تمام این گناهان، پشتش همه مثل یه پکیج اومد. ولی کاری که روح القدس میکنه امروز تو هر وضعیتی که هستی، به نام عیسی مسیح وقتی شروع میکنیم در پرستش ها دعا میکنیم، روح القدس بر تو میباره و تو پر میشی از روح خدا و روح القدس به این صورت عمل میکنه، ثمره روح در تو میاد. وقتی میگی میخوام پر شم از روح القدس، اکثر افراد فکر میکنن فقط عطایا. خداوند اون نوبرا که داد و پشتشون پری رو میده، به تو عطایای فراوان بر حسب اون چی که خودش صلاح میدونه خواهد داد، و برای هر چی که تو نیاز داری، کلیسا نیاز داره، برای خدمت تو نیاز داره، به تو خواهد داد. ثمرات عالیه ولی عطایا عالیه، ولی عطایا به تنهایی نمیتونه زندگی تو رو تبدیل بکنه. چیزی که تو نیاز داری و کاری که روح القدس میاد در زندگی هر ایماندار، هر کی که به نام عیسی مسیح ایمان میاره به عنوان خداوند و نجات دهندش و روح القدس رو دعوت میکنه به قلبش وارد بشه، چطور عمل میکنه، او رو تبدیل میکنه، میاد ثمره روح رو در او میریزه. ثمره روح چیه؟ همون چیز که تو نیاز داری زندگیت عوض بشه. ثمره روح: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. یعنی هر چیزی که تو لازم داری که زندگی تو شفا بدی، از تمام ناراحتی و خشمهای درونت آزاد بشی، از هر آنچه که تو رو تلخ کرده آزاد بشی، حتی بدنت و جسمت و صدمه زده شفای خدا رو میخوای دریافت کنی، روح القدس بر تو میاد، به قوت آراسته میشی، به ثمره روح آراسته میشی، به روح محبت، شادی، آرامش، صبر،
مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. و کلام خداوند میگه که آنان که به عیسی مسیح تعلق دارن نفس را با همه هوس‌ها و تمایلاتش بر صلیب کشیدن. چطور میشه تو این دنیایی که در شریر خوابیده و هر روز تو فضای مجازی و جاهای دیگه تمام این وسوسه ها به چشم میخوره، چطوری میتونی به صلیب بکشی وقتی از روح القدس پر میشی؟ نفس را با تمام تمایلاتش به صلیب میکشی و به روح زیست میکنی. کلام خداوند میگه اگر به روح زیست میکنیم به روح نیز رفتار کنیم. آمین. امروز میخوایم از روح القدس پر بشیم همانند شاگردان عیسی و میدونیم نوبر آمد تا فراوانی رو به ما بده. نوبر 2000 سال پیش روز پنتیکاست آمد و بعد از اون فراوانی، یعنی هر چقدر تو در بخوای و دستاتو بلند بکنی خداوند بیشتر و بیشتر به تو خواهد داد. به هر اندازه که تو نیاز داری و کاست خالیه و اشتیاق و آتش داری خداوند تو رو پر خواهد ساخت. پس کاسه های کوچیک به نزد خدا نیارید، کاسه های بزرگ بذارید خداوند شما رو پر و لبریز کنه از اون شراب آسمانی، از روح قدوس خودش. و اینجاست که وقتی ثمره روح میاد زندگی ها و سرنوشت چندین نسل عوض خواهد شد، چون خداوند توسط شالومش که در روح القدس در تو میریزه زندگی تو رو عوض خواهد کرد، تو رو هویت تو رو عوض خواهد کرد. و اون موقع است که هر کس تو رو میبینه میگه عوض شدی. چی تو رو عوض کرده؟ روح القدس. ثمره روح در تو اومده. قبلا خشم داشتی، الان پر از محبت هستی. قبلا تحمل نداشتی، الان خداوند به تو خیشتنداری رو میده، صبر رو میده، مهربانی میده، نیکویی میده. قبلا حاضر جواب بودی، الان دیگه سکوت میکنی. خداوند تو رو از حکمت خودش آراسته کرده زبانت به بدی بلند نشه، بلکه برای هر کس که میشنوه برکت به بار میاره به نام عیسی مسیح. نه، خداوند میگه از یک چشمه نمیتونه دوتا آب بیاد بیرون، نمیتونه هم آب شور هم آب شیرین. به نام عیسی مسیح آبهای شور رو بر صلیب امروز میخکوب میکنیم تا آب شیرین، آب حیات خداوند امروز بیاد ما رو به فراوانی پر بکنه، از نهرهای آب حیات او جانی دوباره و جانی تازه بگیریم. امروز خداوند ما رو دعوت میکنه که هویتمون رو عوض بکنیم، از ثمره روح پر بشیم تا همچنان شایسته فرزند خدا در روح رفتار بکنیم. و دعوتت میکنیم، میخوای روح خدا رو دریافت کنی؟ میخوای از پری به پری وارد بشی؟ میخوای در او ثمرات بسیار بیاری؟ میخوای زندگی تو تغییر بدی؟ زندگی عزیزانت رو تغییر بدی؟ میخوای زبانت، کلامت پر از مس و اون آتش اقتدار خدا باشه که وقتی هر جا میری قدم میگذاری اونجا برکت خدا بر آن خانه بریزه، از زبان تو اون برکت جاری بشه، از دستهای تو شفای خداوند جاری بشه برای خودت، برای عزیزانت، و هر کجا که میری همه از تو برکت بگیرن و اون خدای زنده را در تو ببینن. امروز خداوند ما را به این داره دعوت میکنه، پیغام پنتیکاست همینه، قلب تو بسپار تا خداوند تو رو شک بده و پر بکنه برای جلال آسمانیش. میخواییم سرپا بیستیم عزیزان. خداوند شکرت میکنیم که عیسی خداوند تو اون نوبر هستی از میان فرزندان بسیار، تو اون نخست‌زاده و اون پسر یگانه خدا هستی. خداوند شکرت میکنیم که همچون بره بی‌عیب برای گناهان ما قربانی شدی، ما رو حکمت و تعلیم دادی و زمانی که به نزد پدر به جایگاه شکوه آسمانی خودت برگشتی گفتی شما رو یتیم نمیگذارم و روح خودت را به ما دادی. یک خداوند از روح خودت در ما دمیدی. یک خداوند همچون اون ابر و آتش
که نشانه عهد تو بود. در روز پنتیکاست خداوند تو اون ابر و آتش رو دوباره ظاهر کردی، نه بر کوه بلکه بر قلب‌های ما. این دفعه عهد تو بر سنگ نوشته نمیشه، بلکه بر عهد، بر درون قلب ما، بر لوح‌های قلب ما اون عهد تو ابد نوشته شده ای خداوند. و تو اون رو با روح القدس خودت مهر و موم و مهر کرده ای خداوند. شکرت میکنیم برای روح القدس عزیز، همون روح تسلی دهنده، همون روح شفا، همون روح قوت، همون روح احیا، همون روح معجزه، همون روح شهامت و دلیری، همون روح حکمت. ای خداوند روحت رو بریز بیشتر و بیشتر. ای خداوند امروز با کاسه های خالی اومدیم به حضورت تا پر و پر شیم، همچون اون بیوه زن که تو امر کردی هر چی کاسه دارن جمع کنن بیارن، از همسایه ها هم قرض بگیرن و بیارن. امروز هر چی کاسه داریم به حضورت میاریم ای خداوند، تا تو آن روغن آسمانی رو در ما بریزی و پر بکنی ای خداوند، برای تمام نیازهای روزانمون ای خداوند، که آرد و روغن خانه ما کم نشود. ای خداوند به نام عیسی مسیح ببار آن باران روح خدا، ببار اون روغن مسحت را، ببار اون آتش قدوسیت تو، ببار ای خداوند. خوش آمدی روح القدس، بیا پر کن، پر کن، پر کن، پر کن. جلال بیا به خداوند، پر بساز ای خداوند، شفاها ای خداوند، معجزات، آزادی از اسارت ها به نام عیسی مسیح خداوند. بیا پر کن، پر 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 پر، بیشتر 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 ای خداوند، بیشتر ای خداوند. ای خداوند شکرت میکنیم، شکرت میکنیم ای خداوند. پرستش هامون رو مثل بخوری خوشبو به تو تقدیم میکنیم، بیا ما رو پر ساز برای جلال نامت ای خداوند. از ما آنچه که خودت میخواهی بساز، از ما و نسل ما نسلی مبارک برای خودت بساز ای خداوند. بیا ما رو پر کن ای خداوند به نام عیسی مسیح خداوند. تو قلبم هست دعا کنم برای عزیزانی که خداوند دارن دعا میکنن و مدت هاست دعا میکنن و جوابی نگرفتن ای خدا، احتیاج به معجزه تو دارن. گره های کور در زندگیشون هست، لعنت های هست که فقط به دست های تو اینا باز میشه. به نام عیسی مسیح خداوند بر زندگیشون نظر کن ای خداوند. اگر خداوند رحمشون بستد خداوند باز کن و فرزندی مبارک بهشون عطا کن ای خداوند. ای خداوند بگذار اون فرزند فرزند روز پنتیکاست باشه ای خداوند، به نام عیسی مسیح خداوند. شکرت میکنیم که زندگی ما رو تو تبدیل کردی ای خداوند. شکرت میکنیم که هر روز زندگی ما با تو یک معجزه است. معجزه ای نیست که فقط یک کوری بینا بشه، معجزه اینه که کورهای روحانی بینا بشن، معجزه اینه که منی که در گناه مرده بودن امروز فرزند تو هستم، معجزه اینه که قلبهای ما رو تو تبدیل کردی خداوند. و هر روز زندگی ما در ثمرات روح تو که آرامی و صبر و محبت و مهربانی و خیشتنداری و فروتنی و وفاداریه ای خداوند، هر روزش با تو معجزه است ای خداوند. شکرت میکنیم خداوندا که با تو همه چیز داریم ای خداوند. خیر و برکت و شالوم تو رو، قوت روحت رو بر سرزمینمون خداوند میطلبیم. بریز به فراوانی ای خداوند، بریز ای خداوند، بریز تمام مرزها رو بشکن، تمام سدها رو بشکن ای خداوند. خداوند این جوانهایی که دارن به نابودی میرن در همجنسبازی و گناهان مختلف، خداوند دنیا اسیرشون کرده، آزادشون کن به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح خداوند. شفاشون بده ای خداوند. خداوند اونه که در اعتیاد به هر چیزی اعتیاد دادن، چه مواد مخدر هست، چه الکل هست، چه پورن هست، خداوند به نام عیسی مسیح آزادشون کنه خداوند. شفا بده ای خدا. روح تو روح شفاست، روح تو روح احیاست، روح تو روح معجزه است، روح تو روح قوته. پس بباره باران روح خدای خداوند.
زندگیمونو به تو تقدیم و تسلیم میکنیم. بیای خداوند، تو اجازه داری، دستاتو بلند کن، قلبتو باز کن و اعلام کن روح القدس وارد قلب و زندگی من شو به نام عیسی مسیح. مرا پر بساز برای جلال نامت. تو اجازه داری هر تغییری میخوای در من به وجود بیاری خداوند، چون تغییرهای تو همش شفاست، همش رحمته، همش برکته، همش خیره، همش محبته، همش قوته خداوند. ای خداوند شکرت میکنیم. ای خداوند، ای خداوند، منو ببر عمیق‌ترین به اون پری اولین، منو ببر با فیض خود بشنونه فقط همی شکوه تو، جلال تو، حضور پر ز نور تو، ای شاه من، بابای من، تمام من تسلیم تو، تمام من تسلیم تو. زندیم در توی معجزاست، صلح من و پدری معجزاست، کار تو بر صلیب تمام شد. یشوع هللویا، توی معجزاست، تبدیل قلب من یه معجزاست، هویتم در تو ای پدر، ای ابا، هللویا. واسطه فیض تو در عیسی بخشیده شدم. تو بر صلیب لعنت مرا به برکت تبدیل کردی، تاریکی ها را به روشنایی، ای خداوند، بیماری ها را به شفا، ای روح القدس، ناامیدی را به امید، شکرت ای خداوند، و ترس های مرا به امنیت و ماتم مرا به رقص و شادمانی تبدیل کردی. شکرت ای خداوند، به
اکنون با شکرگزاری اعلام میکنم که من در تو خلقت تازه‌ای هستم. هللویای خداوند، شکرت ای خداوند. ردای اقتدار و هویت تازه تو را میپذیرم. چیزهای کهنه درگذشت. تو می‌آیی همچون نسیم.
بگوی ای خداوند، چه گذاریم که روح قدوست را به ما هدیه دادی تا در ضعف‌ها برای ما قوت، در تاریکی برای ما نور، در یأس و ناامیدی برای ما امیدواری، در روزهای افتادن برای ما تکیه‌گاه، و در طوفان‌ها برای ما امنیت، و در روزهایی که نمی‌دانیم چگونه دعا کنیم برای ما نزد توی خدای پدر شفاعت می‌کنند. شفاعت. شفاعت. پس بریز امروز بر ما خداوند روح قوت، حکمت، معرفت و شفا را بر جسم و جان ما دریافت. یشوع به نام عیسی مسیح دریافت.
شکرت خداوند که تو ما رو پر ساختی بیشتر و بیشتر، و امروز خداوند تو ما رو لبریز میکنی از فیض زده خدا و از این میراثت که به رایگان و به فراوانی به ما بخشیدی خداوند. به نام عیسی مسیح امروز با هر دردی که آمدی شفا یافته به خانه بری، با هر افکار طوفانی که اومدی با آرامش به خانه برگردی به نام عیسی مسیح، با هر غمی که آمدی با شادی برگردی، با هر ناامیدی که آمدی با امید برگردی به نام عیسی مسیح، تسلی و شفا و قوت بیابی. هر طوفان، هر آسیب که شریر به زندگی تو وارد کرده، چه به جسمت، چه به روابطت، و هر قسمت که صدمه زده به کارت، به زندگیت، به آیندت، به نام عیسی مسیح امروز روح قوت و شفا و شالوم خداوند رو دریافت بکن. هم خودت شفا بگیری، همین روح شفا رو بیابی که دست بر مریضان بگذاری آنها هم شفا بگیرن. خودت قوت رو بگیری تا در امید به جلو بری، در هر فشار و هر جنگی که میاد با امید جلو بری و بتونی این قوت و این امید رو به دیگران هم بدی. تو نور باشی در میان تاریکی، تو نمک باشی در این دنیا که دیگه هیچ چیزش مزه نداره. به نام عیسی مسیح امروز روح القدس رو به فراوانی دریافت کن، که برای توست، که نان توست، که مال توست، که ارث توست. به نام عیسی مسیح خداوند میخوایم شالوم خداوند رو به زندگی هامون دعوت بکنیم و میخوایم هدایای قلبی بونم به نشانه محبتمون به خدا، نشانه این که خداوند ما رو برکت داده. میخوایم یه قسمت از اون برکت که به ما داده بهش تقدیم بکنیم. میدونی که عید پنتیکاست عید نوبره، نوبر یک قسمته، یه قسمت کوچیک اول میاد ولی بهترینه. نوبر مال خداونده. پس امروز میخوایم نوبر هدایامونم به خداوند تقدیم بکنیم، بهترین خودمونو به خداوند تقدیم بکنیم، بهترین استعدادت، بهترین تواناییهات و بهترین هر آنچه که در زندگیت هست به خداوند تقدیم بکن و ببین خداوند چطوری زندگی تو رو برکت خواهد داد. شالوم خداوند با تک تک شما عزیزان به نام مسیح. شالوم عزیزان در مسیح شالوم، شالوم قوم خدا شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم با شادی در رو، با لبخند و سرور به هم گوییم شالوم، شالوم، شالوم. Shalom, 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 shalom.
خداوند رو شکرگزاری میکنم به خاطر هللویا، خداوند رو شکرگزاری میکنم به خاطر پادشاهی تو که فراوانی توش از آسمان سوم بر زمین میاد به نام یک نام و اون نام عیسی مسیح خداونده. خداوند رو شکرگزاری میکنم برای تو که اجازه دادی فیض به ما تعلق گرفت که در پادشاهی تو سهیم بشیم و خداوند رو مطابق قلبها این هدایا برای اینکه پادشاهی تو روی زمین اتفاق بیفته استفاده خواهد شد و خداوند رو مطابق ایمانشون بهشون برکت بده تک تک مقدسین خدا رو. با شکرگزاری و پرستش، آمین. شکر برای امروز، برای روز تولد کلیسا. در واقع تولد تو هم هست دیگه، نه؟ چون تو هم کلیسای خداوند هستی، پس تولدتون مبارک باشه به نام مسیح. پر از قوت خداوند هر روز و هر روز.